میشه رنگ آسمون زمینمون، وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه، میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سپیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید. میشه رنگ آسمون زمینمون وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه، میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سپیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید. سلام خدمت شما خوبان و بینندگان خیلی عزیز و دوست داشتنی، هرچند که ممکنه خیلی از شما رو از نزدیک ندیدیم ولی در قلبمون با شما در این برنامه متحد هستیم و شما رو تک تک عزیزان تک تک شما رو دوست داریم. خوشحالیم که میتونیم بار دیگه در خدمت شما باشیم و همچنین در خدمت مهمان بسیار محترم برنامه‌مون خانم لوئیز مخوف. بحث امروز ما دوستان خیلی مهم هست در رابطه با انتقاد کردن. یک موضوعی هست که به نوعی چالش برانگیز هست برای هر کدوم از ما که در رابطه با میشنویم، موضوعی هست که در خانواده، در چارچوب دوستان و در محیطی که در اون هستیم به نوعی با موضوع انتقاد کردن و انتقاد شدن سر و کار داریم و خوشحال هستیم که امروز خرلویز عزیز میتونن در این مبحث ما رو یاری بکنن. شما دوستان هم ممنون میشیم که در این بحث با ما از طریق راه‌های ارتباطی مشارکت بکنید. راه‌های ارتباطی رو در پایین صفحه گیرنده‌هاتون مشاهده می‌کنید. از هر طریقی که صلاح می‌بینید می‌تونید تماس بگیرید. اگر سوالی دارید، نظری دارید، تجربه در این رابطه دارید، خوشحال میشیم که با ما در میان بگذارید. و اما میریم سراغ خرلویز عزیز. خرلویز خیلی 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 خوش اومدیم به این برنامه. گفتم خیلی 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 چون خیلی وقت بود ندیده بودم شما رو. واقعا جاتو خیلی خالی بود. ممنونم. متشکرم. با سلام هم به شما هم به بینندگان عزیز شب بخیر میگم. من واقعا خوشحالم دوباره با شما هستم. ما هم اعتراف کنم که دلم تنگ شده بود. ما هم خیلی غیبتتون خیلی طولانی بود ولی میدونیم که به دلایل موجهی نبودیم ولی خدا رو شکر که این فرصت ایجاد شد که شما در اینجا باشید. خواهر لوئیز، بحث امروز کمی سخته ولی بحث مهمی هست و فکر میکنم موضوعی هست که ما در فرهنگمون هم به نوعی بیشتر باهاش این چالش رو داریم و چقدر مهم هست بیشتر در رابطه با این بدونیم. قبل از اینکه وارد مقولات مختلفی بشیم که با کمک شما مورد بحث قرار میدیم، مثل اینکه انواع انتقاد چی هست، آیا اصلا انتقاد کردن خوب هست، ریشه هاش چیه، چطوری انتقاد بکنیم، کی انتقاد بکنیم و خیلی مقولات مشابه، خوب است ما اول معنی کلمه انتقاد رو بدونیم چیه. چون خیلی لوئیز وقتی که کلمه انتقاد رو میشنویم گاهی وقتا آدم احساس کنه بیشتر بار منفی داره. ممکن در ذهن بینندگان هم یا بر اساس تجربهشون بیشتر حس منفی ایجاد بکنه وقتی کلمه انتقاد رو میگن. پس اگر میشه کمی در رابطه با معنیش توضیح بدید که اگر سوء تفاهمی هم هست برطرف بشه. 100%. همونطور که گفتید یک مفهوم آشناییه. چه خودمون انتقاد کردیم یا اینکه از ما انتقاد شده، به نوعی میتونم بگم مزهش رو چشیدیم، نیشش به جون ما رفته و در خیلی از اخبار روزانه به عنوان مثال در خیلی از موارد ما مرتب میشنویم این حزب از اون یکی حزب انتقاد میکنه، مردم از دولت انتقاد میکنن، دولت از نمیدونم فلان منصب انتقاد میکنه. این یه چیز روزانه هستش و خیلی شایع هستش. این اصلا بعضی ها شغلشون اینه. میبینید که میگن طرف منقد یا منتقد ادبیه یا نمیدونم هنریه یا حتی آشپزی. یه سری هستن که جاهای مختلف میرن، غذاهای مختلف، رستورانهای مختلف میخورن و مقاله مینویسن راجع به این، یا اینکه یه قطعه ادبی
چاپ میشه، اینها نظرشون رو میدن، اینها شغلشون اینه. حالا واقعا شغل حرفه‌ایه که انجام میدن. حرفه‌ای. حالا منهای این حرفه‌ای ما میخوایم اون چیزی رو صحبت بکنیم که هر روز باهاش برخورد داریم. حتی وقتی کلام خدا رو میخونیم باز به یه همچین موضوع مشابهی ما حتی در کلام خدا بهش برخورد میکنیم. پس بنابراین یک موضوع ملموسیه. حالا این انتقاد چی هست؟ ما این از کلمه نقد میاد. انتقاد این یعنی ابراز یا بیان نارضایتی از کسی یا چیزی به هدف عیب‌جویی و پیدا کردن اشتباهات. جالب. میشه یک بار دیگه این جمله رو هم بله این یک تعریفشه. ابراز یا بیان نارضایتی از کسی یا چیزی به هدف عیب‌جویی و پیدا کردن اشتباهات. تعریف دومش اینه که تجزیه و تحلیل یا قضاوت یک اثر هنری یا یک قطعه ادبی. در واقع انتقاد اون عمل داوری و قضاوت یا سنجیدن یک چیزی یا کسی به طریق عقلانی و آگاهانه، یعنی این همینجوری نمیاد. همینجوری شما از چیزی انتقاد نمی کنید. شما با قصد، با آگاهی، این یه چیزیه که با تصمیم انسان انتقاد میکنه. بنابراین چیزی آگاهانه هست، عملی آگاهانه هست. انتقاد میتونه به عنوان یک هدفی برای ارزیابی یه چیزی باشه و یا اینکه یک عملی باشه که بخواد تصحیح کنه، یعنی یک چیزی باشه، روش موجود برای تصحیح روش موجود، به اصطلاح این وسط یک عملی انجام بشه یا یک ایده‌ای ارائه بشه که این میتونه در هر مرحله از زندگی، مخصوصا در مراحل کاری، در زندگی کاری افراد، این ممکن در هر مرحله اتفاق بیفته. یا تو خانواده حتی بچه یک اشتباهی میکنه، میخوایم تصحیحش کنیم، یا یک روشی تو خونه انجام میشه که ما میخوایم تصحیحش کنیم. بنابراین یه چیزی هست که در هر قشری از جامعه این عمل انجام میشه و خیلی روزمره هستش. البته بعضی وقتا اینم بگم انتقاد لزوماً عیب‌جویی نیست. عیب‌جویی درش هست ولی لزوماً 100% عیب‌جویی نیست. همونطور که گفتیم ممکنه تجزیه و تحلیل باشه، قضاوت باشه. بنابراین فقط عیب‌جویی نیست. میتونه حتی عدم توافق یا طرفداری باشه. شما با کسی موافق نیستید یا در یک مسئله طرف یک قسمتی رو میگیری. این هم میتونه انتقاد باشه. میتونه دیدن یک مسئله از چند زاویه باشه. شما از یه طرف میبینید، من لیوان رو شما از سمت خودتون میبینید، من از جایی که میبینم دستش رو میبینم، از این سمت میبینم. بنابراین نگاه کردن به یک مسئله، به کسی، به یک فکری، به یه ایدهی، به یه روش جدیدی از یه دید دیگه ای، از زوایای مختلف میتونه باشه که لزوماً هم ممکنه اصلا با بحث و جدل همراه نباشه. انتقاد وقتی که همونطور که شما اول برنامه گفتید وقتی میشنویم در خودش بار منفی داره. این یه جوری منفی در ما به اصطلاح کاشته شده که لزوماً هم احتیاج به این نیست. لزوماً همیشه انتقاد بد نیست، که حالا بعداً در وقتی جلوتر میریم توضیح میدیم این رو. انتقاد میتونه دوستانه و صلح‌آمیز باشه. دوستی محبت ایجاب میکنه که شما اگر دوستتون یه چیزی رو اشتباه میکنی یا روشی رو غلط داره جلو میره، ممکنه به ضررش بشه، شما انتقاد کنید ازش و اینم صلح‌آمیز و دوستانه است و طرف مقابل دوستتون میدونه که شما این رو از روی نیت دوستی این رو انجام میدید. البته این رو هم توضیح بدم که بعضی از افراد اصلا خوششون میاد، اصلا یه احساس رضایت و همچین خوشحالی بهشون دست میده از اینکه یک انتقادی بکنن، یعنی دوست دارن. این حالا بهش خواهیم رسید. انتقاد میتونه شامل گفتگوی مستقیم باشه یا غیر مستقیم، بستگی داره به نوع رابطه، عمق رابطه تا چه حدی باشه. هر چقدر دوستی عمیق‌تر باشه شما مستقیم تر میتونید صحبت بکنید، هر چی فاصله بیشتر باشه بین دو طرف مقابل یا شخص و یه گروه، ممکنه مسئله کاری باشه، رابطه رئیس و مرؤوس باشه، این از اینجور چیزا، هرچی رابطه دورتر باشه انتقاد غیر مستقیم تر خواهد بود، چون که انسان راحت نیست راحت بتونه چیزش رو بگه، حرفش رو بزنه.
همطور که اول مسئله گفتم در تعریف مسئله انتقاد گفتیم تجزیه تحلیل یک قطعه ادبی یا هنری هست، انتقاد میتونه شامل مطالعه، ارزیابی و نقد ادبی باشه. وقتی که اینو میگیم یعنی هدف اون شخص منتقد در واقع در رابطه با این قطعه ادبی اینه که فهم و درک پدیده فرهنگی در اون زمینه‌ای که این قطعه شکل گرفته، میان از این دید این رو نگاه میکنن، یعنی پدیده رو از جنبه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و حتی خود شخص نویسنده در چه شرایطی بوده، نظر احساسی و اینا، یا مثلا اگه یه قطعه نقاشی هستش، یک اثر هنری هست، خطهایی که کشیده شده، رنگهایی که استفاده شده، احساسی که به قلم ریخته شده، رفته رو صفحه، اینا میان اینا رو بررسی میکنن و این شغلشه. در واقع به نوعی ارزیابی میکنن. دقیقا همینطوره. بله، ارزیابی و مطالعه هستش. انتقاد میتونه شخصی باشه، میتونه غیر شخصی باشه، یعنی در رابطه با یه چیز عمومی باشه، میتونه خیلی خصوصی باشه. البته اینو توضیح بدم که انتقاد در کنه خودش کلا خصوصیه. بعدن این رو البته خواهم گفت. میتونه به شکل گفتاری لفظی باشه یا حتی نوشتاری. اگر نتونن بگن، مثلا مقاله‌ای بنویسه طرف نسبت به یه چیزی، به یه سیستمی انتقاد کنه، اینو به شکل نوشتاری باشه، یا دو نفر باشن شخص نتونه راحت بگه نامه بنویسه، ولی خب انتقاده، میتونه نوشتاری باشه، میتونه خیلی واضح و آشکار باشه در این حال که خصوصیه، یکی ممکن خیلی راحت هم در جمع بیاد این رو مطرح کنه. انتقاد میتونه به انگیزه نگاه کنه، یعنی نه تنها مورد رو زیر سوال بذاره، شخص رو با انگیزه هاش و انگیزه شخص رو زیر سوال بذاره. میتونه به کل مجموعه نگاه کنه، میتونه به تکنیک ها و عوامل فیزیکی که برای اون مسئله استفاده شده نگاه کنه، همطور که گفتیم ارزیابی بکنه، تجزیه و تحلیل بکنه، در واقع ارزش ها، احساسات، گرایش ها، علایق، نیاز ها، آمال ها، همه اینها رو میتونه مشخص کنه. بنابراین جز این چیز، یعنی همچین هم چیز بدی نیست انتقاد. انتقاد میتونه یک وسیله رو، یعنی اون چیزی رو که ازش قرار انتقاد بشه، بگی من میخواد منو به اصطلاح مورد انتقاد قرار بده، میاد منو به سایر عواملی که من بهش مربوطم، گفتیم به مجموعه نگاه میکنه، در این حال به مرکز مجموعه چیز، یعنی به خود فرد در مجموعه هم حتی نگاه میکنه، بنابراین خیلی وسیع هستش. میتونه قضاوت زیبایی و زشتی باشه، که البته این تو شیوه های زندگی، شیوه نگارش، شیوه نقاشی یک هنرمند، و یا مد روز، در برای مد لباس، یا مثلا ماشین ها، ماشین آلات، چیزایی رو که مد توش نقش داره، اینا میان کیفیت اون طرح رو زیر سوال میبرن، به اصطلاح قضاوت میکنن. وقتی میگیم این قضاوت، این قضاوت در واقع سلیقه‌ایه. وقتی میگیم قضاوت سلیقه‌ای، اون شخصی که منتقد اینطوری هستش فقط نمیاد به این اکتفا بکنه، بگه که این اثر قشنگه یا زشته، این کافی نیست، این حرفه‌ای نیست براش، بلکه این میاد هدف این قطعه رو بررسی میکنه، مطالعه میکنه، از جنبه های مختلف نگاه میکنه. چقدر جالب، شما خیلی مفاهیم یا ابعاد مختلفی رو اشاره کردین در رابطه با انتقاد. پس ما متوجه شدیم که انتقاد الزاماً بار منفی نداره، هرچند که گفتید که ممکنه عیب‌جویی هم باشه توش، ولی میتونه خیلی ابعاد دیگه هم درش باشه. خانم لوئیس، تا در این بحث هستیم، آیا انتقاد کردن با اظهار نظر کردن تفاوت زیادی داره؟ چون شرایطی هم پیش میاد کسی در رابطه با یک موضوع اظهار نظر میکنه و ممکنه اینطور برداشت بشه که این به نوعی داره انتقاد میکنه، حالا ممکنه انتقادش به نوع ارزیابی هم باشه. بله، اگه بخوایم جدا اینا رو نگاه کنیم، دو معنی مختلفن، ولی انتقاد خودش اظهار نظره، در انتقاد خودش اظهار نظر هست، این دوتا
بافته جدا تافته نمیدونم یه همچین چیزی میگیم، اینا هم به هم مربوطن هم از هم جدا هستن. درست. بستگی داره. وقتی اظهار نظر میکنیم ما میایم یک مطلبی رو از جنبه‌های مختلف فقط بررسی میکنیم، ولی وقتی انتقاد میکنیم گاهی وقتا اگر از توش عیب‌جویی در بیاریم، یه روشی رو بگیم که مثلا شخص رو زیر سوال بذاریم، انگیزه شخص رو زیر سوال بذاریم، اینا میره دیگه تو منطقه انتقاد. بنابراین خیلی یعنی حد و چیز اینها یه خود خاکستریه، نه این طرف نه اون طرف، در این حال با هم مربوط هست. من سوالات مختلفی دارم ولی فکر کنم خیلی هاشون مربوط میشه به بخش چگونه انتقاد کردن. پس من زیاد دیگه شما رو در این قسمت سوال پیش نمی کنم. میخواید یکم وارد این مقوله بشیم که پس چند نوع انتقاد وجود داره؟ بله. و اینو یه مقدار باز بکنیم. البته اگر یعنی به شکل روزمره نگاه کنیم یه چند نوعش هستش که تقریبا هر روز ما باهاش برخورد داریم، میبینیم یا خودمون این کارو میکنیم. منهای این چند نوع خاص به اصطلاح کارشناسان 21 نوع انتقاد رو تقسیم بندی کردن. نه این بیشترش هم میتونه حرفه‌ای باشه، علمی باشه، که البته اسم میبرم و یه توضیح کوتاهی بعدن خواهم داد. انتقاد منطقی، بنیادی، مثبت، منفی، سازنده، مخرب، عملی، فرضی یا تئوریک، عمومی، خصوصی، اخلاقی، علمی، مذهبی، محققانه یا عالمانه، بحرانی یا خلافگرایی در واقع، ریشه‌ای، محافظه‌کارانه، آزادی بخش، آزاد کننده، حدسی و قیاسی، احمقانه، حرفه‌ای و صنفی و حتی انتقاد از خود. اینها به اصطلاح تقسیم بندی هایی هست که کارشناسان در این مورد به اصطلاح 21 رو انجام میدن. شاید بگید که خب حالا مثلا این انتقاد رو کردم از چه نوعیه؟ گاهی وقتا میبینید انتقادی که میکنیم ترکیبی میتونه از چند تا باشه. لزوماً نمیتونیم بگیم یه انتقادی وقتی منفی همش منفیه. در یک انتقاد منفی اگر ارائه‌ای، اگر پیشنهادی ارائه بشه اون وقت تبدیل میشه به یه چیز سازنده. بنابراین نمیتونیم کامل بگیم که حد و مرز همه اینها کامل جدا هست از هم دیگه. گاهی وقتا ترکیبی از اینها هست. بستگی داره به نیت اون شخصی که انتقاد میکنه یا مطلبی که ارائه شده، انگیزه خود اون شخص به اصطلاح. به هر دو طرف مربوط هستش این چیز. پس اگر بخوایم چند تا تقسیم بندی مشخص‌تر یا عمومی‌تر رو به بینندگان ارائه بدیم که به قول شما ممکنه اینا شامل برخی از همین 20-21 نوعی هم که گفتید باشه، ولی چند تا تقسیم بندی اصلی وجود داره برای انتقاد؟ بله، اگر بخوایم خیلی کلیش بکنیم اینها رو به دو دسته در واقع اینها تقسیم میتونیم بکنیم اینها رو. بله. به عنوان مخرب یا منفی یا اینکه مثبت و سازنده، که این دوتا هست. حالا وقتی میگیم منفی، لزوماً منفی نمیتونه مخرب باشه، برای همینه یه خورده میگم حد و مرز اینها اونقدر مشخص نیست. وقتی منفی میگیم یعنی که جملات منفیه، ولی لزوما ممکنه شخص کسی که یعنی یه چیزی گفته منتها منظورش این نبوده، ولی مخرب اینه که اصلا به قصد و نیت خراب کردن، تحقیر کردن یا توهین کردن باشه. اینها هستش. اینه که انواع و اقسام این انتقادها هر کدوم در جای خودشون کاربردهای خودشون رو دارن و در سازماندهی، در تشکیلات، تو ارتش، تو سیستم‌های دولتی، سیاسی، اینها خب هر کدوم می‌بینید که کدوم بیشتر استفاده میشه و به چه منظوری. اینه که کاربرد خیلی مهمه در این مورد. درسته. پس اگر که تقسیم بندی که کردید مخرب و منفی و همچنین سازنده، میشه کمی بیشتر اینا رو توضیح بدید و مثالهایی بیارید که بیشتر باز بشه مفهومش؟ و تو چون 21 مورد هست من یه چیز کلی میرم که بعضی جاها رو زیادم مکس نمی کنم، بعضی جاها اونی که مربوط میشه به برنامه من صحبت میکنم در این مورد. اولین انتقادی که اسم بردیم انتقاد منطقی هستش که بیشتر به اینه، شما مثلا یه چیزی ارائه میشه شما میگید به عقل جور در نمیاد، یا یه چیزی این وسط میلنگه یا غلط به نظر میاد، انگاری یه دلیلی باید باشه که گفته نشده. این همین این چیزا در واقع شما اومدید به
یک منطقی رو استفاده کردید در مقایسه با اون چی که در مغزتون به عنوان اطلاعات داری، شما دارید این رو با اون میسنجید، با منطق خودتون میسنجید. بله. بنابراین این میشه انتقاد منطقی، یعنی شما میگید این به عقل جور در نمیاد. درسته. این فرض رو بر این داره که برای هر چیزی یه دلیل مشخص و قطعی وجود داره. بله. که بیشتر طرح و الگو رو در واقع توضیح میده. خیلی ممنون خواهر لوئیس برای اینکه تا اینجای مفاهیم رو توضیح دادید. فکر کنم منطقی است که شما استراحت کوتاهی بکنید و بعد بحثمون رو ادامه میدیم. پس دوستان با ما همراه باشید، برمیگردیم بحثمون رو در رابطه با انتقاد ادامه خواهیم داد. کماکان خطوط ما باز هستن برای تماسهای شما دوستان. شبکه 57 پارس خوش آمدید. لطفاً یکی از چهار گزینه زیر را انتخاب فرمایید. درخواست دعا شماره 1، دریافت کتاب مقدس شماره 2، مشاوره مسیحی شماره 3، پیشنهادات و انتقادات شماره 4، جهت شنیدن مجدد گزینه ها ستاره، و برای صحبت با یکی از کارکنان شبکه فرسلن پارس در هر زمان 0 را انتخاب فرمایید. برای شرکت در برنامه همراه با شما شماره 1، برای شرکت در برنامه لبخند شماره 3، برای شرکت در برنامه قاصدک شماره 4، و برای صحبت با یکی از کارکنان شبکه فرسلن پارس در هر زمان 0 را انتخاب فرمایید. امیدوارم که در این برنامه شما دوستان عزیز ما رو همراهی میکنید. ما با کمک خواهر لوئیس کمی نگاه کردیم به مفهوم انتقاد و متوجه شدیم که انتقاد هرچند میتونه تا حدی بار منفی داشته باشه، ولی الزاماً منفی نیست در همه جوانب، بلکه میتونه درش ابعاد مختلفی رو هم داشته باشه که ایشون به زیبایی توضیح دادن. و کمی هم در رابطه با انواع انتقاد صحبت کردیم که خواهر لوئیس به 21 نوع انتقاد اشاره کردن، ولی اینها رو در دو تا تقسیم بندی کلی گذاشتیم. پس بحثمون رو با خواهر لوئیس ادامه میدیم. خواهر لوئیس عزیز، ممنون که انواع مختلف انتقاد رو بهش اشاره کردین، ولی تا اینجایی که من متوجه شدم گفتین که دو تا تقسیم بندی اصلی هست و عمومی، یکیش انتقاد سازنده و مثبت، یکیش انتقاد مخرب و منفی. دوست. که در این رابطه داشتین توضیح میدادین و رسیدیم به انتقاد منطقی. بله، ما انتقاد منطقی رو توضیح دادیم، گفتیم که طرح و الگو رو در واقع بررسی میکنه و فرض بر این داره که برای هر چیزی یه دلیل مشخص و قطعی وجود داره، میگه به عقل جور در نمیاد، بیشتر به منطق بله. مربوط میشه. ما یه نوع انتقاد داریم، انتقاد بنیادی اسمش، که این بیشتر در دادگاه ها استفاده میشه، که برای اونها در واقع اون مدرک رو، اون شواهد رو، مدارکی رو که بر اساس اون به اصطلاح دادگاه تشکیل شده، اون رو زیر سوال میبرن و یک مفهوم دادگاهی هستش.
گفتیم انتقاد مثبت، یکی از دیگه از انواع انتقاد، انتقاد مثبت هستش. این کتاب امثال سلیمان رو اگر مطالعه بکنیم پر از آیات هست در این مورد. انتقاد منفی چیه، مثبت چیه، منفی چیه، مثبت چیه، مخرب چیه، سازنده چیه. اینه که بینندگان عزیز رو تشویق میکنم کتاب امثال سلیمان که تقریبا میتونم بگم محبوب ترین کتابم نسبت به کتابهای دیگه، خیلی مطالعه میکنم این رو، این تشویقشون میکنم بخونن اینو. در امثال 10 آیه 11 اینطور میگه دهان عادلان چشمه حیات است. خب این انتقاد مثبت رو من میتونم به این آیه بیشتر ربطش بدم، برای اینکه توجه رو به جنبه‌های خوب و مثبت یه چیزی که به اصطلاح دقت نشده، حالا مطلبی ارائه شده، چیزای منفیش گفته شده، حالا چیز مثبت اصلا غفلت شده، گفته نشده، ارائه نشده، یا حتی بی احترامی شده نسبت بهش، نادیده گرفته شده، تغییر شده. این میاد اون رو به جنبه‌های مثبت مطلب یا شخص به اصطلاح دقت میکنه. انتقاد مثبت میتونه یه نوع توجیه و یا دفاع شخصی هم باشه، توضیح بده چیزی رو، میتونه به منظور خوشنیتی یا خوبی باشه، یعنی چیز بدی نیست، در کنه خودش هدفش بناکننده هستش، مخرب نیست، منظورش ایجاد یه جوی مثبت در چارچوب رفتاری که اون موقعیت وضعیت رو، اون موقعیت و وضعیت رو در واقع بهبود ببخشه. در واقع انگیزش هم مثبته. دقیقاً همینطور، انگیزش مثبته. خب نقطه مقابل این انتقاد منفیه که خیلی مفهوم آشنایی هست بر همه ما، خیلی میشنویم انتقاد منفی، مثبت خیلی این رو میشنویم. انتقاد منفی، بازی آیه جالبی در امثال سلیمان هست، آیه باب 11 آیه 9 میگه که مرد منافق به دهانش همسایه خود را هلاک میسازد. در واقع با انتقاد منفی، انتقاد منفی در واقع یعنی ایرادگیری به یه چیزی فقط و فقط برای نشون دادن یک عمل اشتباه، برای یه چیز دروغ یا غفلت، در واقع خراب کردن، تحقیر کردن. این اصلا منظور دقیقا همینه، یعنی ایرادگیری میشه فقط و فقط برای این چیز که به اصطلاح اون چیز غلط رو بکشن بیرون، اون رو بردارن تو چش طرف، به قول ما یه چیز تو چش طرف بکنن این رو. معمولا نارضایتی، عدم موافقت از چیزی یا کسی رو کاملا آشکارا نشون میده، تاکید رو جنبه منفی قضیه میذاره. باز امثال سلیمان یه چیز جالبی داره اینجا، باب 12 آیه 18 میگه که هستن، در مورد مردم صحبت میکنه، میگه هستن که مثل شمشیر حرف باطل میزنن، اما زبان حکیمان شفا میبخشد. یعنی چیز انتقاد منفی به این شکله که واقعا طرف رو از قوه میندازه، که اینم حتما دلایلی داره پشتش که شما بعدا اشاره میکنید که چرا بعضی ها اینقدر انتقادهای مخرب میکنن. بله دقیقا همینطوره، اغلب به عنوان حمله و توهین به طرف مقابل، حالا اگر به یه گروهی هست به حالت توهین تعبیر میشه. یعنی انتقاد منفی در خودش این پتانسیل این رو داره که حمله شخصیتی حتی بکنه، توهین بکنه به طرف مقابل یا به یه سیستمی، که البته گاهی وقتا ممکنه حتی در حین اینکه این عمل رو انجام میدن منظورشون اصلا توهین و تغییر نباشه، ولی اینطوری تعبیر میشه. طرف بعد که صحبت میکنی باش میگه من اصلا منظورم این نبود، ولی خود در هر حال گفته و اینطور برداشت شده. این پتانسیل رو در خودش داره که به ظاهر شخص خودش ممکنه فکر بکنه که انتقادش به اصطلاح درسته، ولی اون کسی که میشنوه در گوش شنونده به عنوان توهین و حمله تعبیر بشه. یعنی نوعی جمله که به کار میبره گاهی وقتا میتونه مخرب باشه. نه من یک نمونه رو میخوندم از جزء همین انتقاده مخرب، مثلا اینکه میگه رئیستون ممکنه به شما بگه چطور تونستی چنین اشتباه احمقانه ای بکنی، اصلا من نمیدونم چرا تو رو استخدام کردم. حالا ممکنه مثلا اون کسی که زیر دستش بوده یا مرعوسش مثلا اون پروژه رو به خوبی انجام نداده، درست. و این میخواد به نوعی بگه بعد اصلاح بکنی، ولی تون گفتنش طوریه که
اون مرعوز احساس میکنه که توهین‌آمیزه، در حالی که میتونه اینو خیلی محترمانه تر بگیره. مثلا یه که زحمت کشیدی برای کارت، این پروژه تو میتونسته به این طریق انجام بدی. اینی که شما میگید توهین میشه، گاهی وقت کلماتی هم که به کار میره توهین‌آمیزه. چه کار احمقانه ای کردی، اصلا مغزت کار نمیکنه، چرا من تو رو استخدام کردم؟ پس اینم میشه انتقاد مخرب در واقع، نه؟ هرچند که انگیزه اون شخص مخرب نبوده، انگیزش این بوده که به نوعی به این میگه کار تو اشتباه باید کردی و باید درست بکنی، ولی میره در مقوله مخرب. کاملا درسته. تو رومیان 14 آیه 10 آیه یلا اینو گفتید یادم اومد، میگه لکن تو چرا بر برادر خود حکم میکنی؟ یا تو نیز چرا برادر خود را حقیر میشماری؟ این باز میره توی این قسمت هم صحبتی که شما کردید، که رابطه رئیس و مرعوس، رئیس به خودش اجازه این رو میده که توهین بکنه. درست. که البته باز این هم میره توی یکی از انواع انتقادها، ولی انتقاد منفی اثری مثل حمله و توهین بر شخص داره، این پتانسیل رو در خودش داره که دوتا حالت ایجاد میکنه در شخص، یعنی شخص مقابل. حالا شخص یا جدی نمیگیره، یعنی به خودش نمیگیره این رو، یا اینکه ممکنه عکس العمل بد و سختی نشون بده، یعنی کار به زد و خورد بکشه، بخواد از خودش دفاع کنه و توهین این توهین اون توهین، و یهو میبینی آتیش تند شد و یه دعوایی را افتاد. البته باز این عکس العمل بستگی به نسبت اون شدت منفی بودن انتقاد هستش، هر چقدر شدت بیشتر عکس العمل بیشتر این حالت رو داره. اینه که در واقع توی انتقاد منفی به طرف مقابل اینطور میگه، به جملات منفیه، تو نمیتونی، یا تو از عرضه این کار رو نداری، جمله منفیه، تو نباید این کار رو میکردی، یا کی به تو گفته این حرف رو باور کنی، تو نباید اینو باور میکردی، یا به جای اینکه مثلا بگن تو میتونی، تو باید، تو نمیدونم، چیزای مثبت، جملات منفیه. اگر طرف رو مؤاخذه میکنن با جملات منفی مؤاخذه میکنن. جالبه شما گفتین تو، یعنی آره. در واقع به طرف و شخصیتش داره بیشتر توهین میشه. بله. در وهله اول بعد به عملش. بله. آنچه که خیلی مضر تو انتقاد منفی، یعنی خیلی اثر منفی داره، چون منفیه، اثر منفی میذاره، اینه که اون قوه شخص رو از کار میندازه. مثلا چیزی رو که طرف کاری رو با ذوق و شوق انجام داده، حالا خب اشتباه انجام داده، در حالی که میتونست اینو با یک جمله مثبت تصحیح کنه، به جای تصحیح کردن اون ذوق و شوق رو کشته. حالا اگر طرف باز یه ایده دیگه ای داشته باشه، دیگه اون ذوق نیست درش، یه قوه چیز کردن داره، بریدن داره، قوه از کار انداختن داره در خودش. و متاسفانه مغز ما، وضعیت اون سیستمی که ما آفریده شدیم، جملات منفی عمیق‌تر فرو میره در ما. چیزای مثبت، تشویق، اینها خوشحالمون میکنه، ولی یه جوری گذرا هستش. چیز منفی ما ساکن میشیم توش، برای اینکه توش تفکر میکنیم، و متاسفانه اثر جملات منفی بدتره. شما به یه بچه مثال، حالا بچه یه کار اشتباهی میکنه، شما میگی نکن، هرچه بچه ها دیدید، مخصوصا حالا اگه بچه های سنین بین 3 تا بگیم 6-7 ساله دارید، اگه خیلی بهش بگید نکن، رو لج میفته، عمدن میکنه، اصلا انگاری یادش میندازید که بکنه، درست. چون جمله منفیه. بله. شما یه چیز مثبت نگفتید. متاسفانه جملات منفی، اظهارات منفی، این پتانسیل رو در خودش داره که شخص رو به اصطلاح از توان بندازه. متاسفانه این چیز هست. در واقع یک جایی میخوندم، میگفت لحن انتقاد کننده وقتی مخربه، حالت سرد و بیروهه. خیلی. به قول شما واقعا میتونه قوه کار کردنش رو یک جوری از کار بندازه. دل سرد میکنه طرف رو. البته خب انتقاد منفی در بعضی از موارد زندگی طرف رو نجات میده. مثلا درست. بچه چاقو رو برداشته، شما اون لحظه دیگه نمیتونی حالا به یه چیز ماشم سری میپری و میگیری از دستش، یا یه کاری میکنی که نه دست نزن، یه عکس العمل منفی، اون اختار و اون
هشدار یا اخطار دادن، اونو دیگه نمیتونیم ما اینو بیاریم بگیم که طرف انتقاد منفی کرده. نه، اینجا یه زندگی رو نجات داده. یه شخصی که در گناه هست، خواهر لوئیس، به عنوان مثال ما تو کتاب مقدس میخونیم در رابطه با خود عیسی، یه متی باب 23 تقریبا معروفه که چطوری عیسی واقعا فریسیان رو حالا توبیخ میکنه یا مورد انتقاد قرار میده به خاطر رفتارهاشون، به خاطر ریاکاریشون. یعنی واقعا تخفیف نمیده عیسی اونجا. و خب ممکنه بعضی هم بگن که خب اگر که یک شخصی واقعا مرتکب خطایی میشه یا گناهی میشه، ما هم بایستی خیلی قاطعیت نشون میده، و مخصوصا افرادی که در یک مسئولیتایی هستن مثل شبان کلیسا یا رئیس کلیسا یا حتی کسی هم که با یک شخصی آشنان و راحتن، ممکنه احساس بکنن که ما در چنین شرایطی اگه شخصی خطایی کرد طبق نمونه عیسی، ما هم بایستی خیلی قاطع عمل بکنیم و خیلی قاطع ازش انتقاد کنیم. خب اینجا این بحث ایجاد میشه که پس تفاوت انتقاد با توبیخ کردن شخص برای خطا و گناهش چیه؟ این هم میشه توضیح بدیم. این رو البته مسیح در مقام الهی جاهایی که توهین کرده، توهین هم نیست، هشداره و گفته بهشون. چرا؟ برای اینکه سیستم مذهبی اون زمان مردم رو از مسیر اصلی دور کرده بوده. در واقع کار عیسی تصحیح بوده. اما فراموش نکنیم در بین همون افرادی که مذهبی بودن، عالمین مذهبی، ما رفتار او رو با نیقودیموس میبینیم که خودش یک فریسیه، یا مثلا با زکای باجگیر میبینیم که این همه گناه کرده و چطور، چی گفت به زکای باجگیر؟ برگشت گفت امروز نجات در این خانه پیدا شد. هدف عیسی از توبیخ کردن این نبوده که طرف رو ببره، در واقع اونها رو متوجه خطایا و گناهانشون بکنه. اون در مقام الهی این رو میتونسته به خودش این اجازه رو بده، این کار رو بکنه. به هر حال خدا هر کاری میتونه بکنه. اما من نوعی، اولا من در جای عیسی نیستم، هرچقدر در زندگی تلاش میکنیم که شبیه عیسی بشیم، ولی اون اقتدار رو که نمیتونیم ما در مقابل همدیگر استفاده بکنیم. من بیام به یک شخص مذهبی بیام اونطوری که عیسی برگشت گفت ای قبور سفید شده، یا نمیدونم ای افعی زاده، که ما الان نمیتونیم اینا رو برای هر کسی استفاده بکنیم. ولی عیسی میدونست کجا چه کلمه ای استفاده کنه. من اینو مطمئن هستم عکس العملی که ایجاد میکرد حساب میکرد که این حرف رو میگه چه عکس العملی ایجاد بکنه، برای اینکه هدف عیسی نجات بود. عیسی نیامده بود انتقاد کنه. عیسی از سیستم مذهبی غلط انتقاد کرد. درست. که اون هم که به عنوان مثل یه لباس کهنه کنده بشه، دور انداخته بشه، روش جدید، روش فیض رو آورد. اما خب حالا ما بیایم بگیم که چون عیسی این کارو کرد منم بکنم. البته من منظورم این بود که مثلا نمونه مثل عیسی رو میبینیم. الان ممکنه یک کسی که این برنامه رو نگاه میکنه به عنوان مثلا شبان یک کلیسا باشه و بگه خب وقتی من عضو من خطاکار هست، من آیا واقعا باید انتقاد جدی و رک و قاطعانه ازش بکنم؟ یا اینکه اینجا چجوری میشه در مورد اینکه چطور انتقاد بکنیم، این رو توضیح خواهم داد. ولی یک سری مناسب هستن، از جمله شبانان کلیسا، معلمین، پدر مادرها یا دوستان نزدیک. اینها وقتی انتقاد میکنن، اولین روشی که عیسی به خود ما نشون داد گفت چی؟ گفت اگر برادرت از تو رنجیده، اگر یه جایی اشتباهی هست یا میخوای گناهی رو توضیح بدی، اول در خفا بگو. این چیزها باید خصوصی ترین به اصطلاح روش باشه. دوست. نه اینکه اینطور. خدا هیچ وقت نمیاد آبروی یک کسی رو در جمع ببره. این کار خدا نیست. شریر میکنه این کار رو، ولی خدا هیچ وقت نمیاد من نوعی رو تو جمع خراب بکنه بعدم بگه خب حالا خودتو جمع و جور کن. نه، این روش روح القدس نیست. روش روح القدس بسیار ملایمه و خصوصیه، در دل خود شخص او رو ملزم میکنه. حالا اگر شخص نسبت به این صدای روح القدس تفاوت نشون نده، بی تفاوت باشه یا عکس العمل نشون نده، در هر حال خودش رو لو میده. خدا لوش نمیده، خودش رو لو میده، خودش تو تله میفته، چون خدا گوش زد کرده، گفته چیکار بکن. وقتی شخص من نوعی گوش نمیدم، خود تو تله میفتم. اینه که انتخاب کلمات خیلی مهمه، لحن صدا مهمه، انگیزه خودمون رو باید بذاریم زیر سوال. اون لحظه من چرا میخوام انتقاد کنم؟ هدف من تغییر کردن طرفه یا تصحیح کردن طرف؟ اینه که خیلی اتفاقا اگر
به شکل ناخودآگاه عکس العملی جواب بدیم اون انتقاد نیست، اون عکس العمله. انتقاد اگه یادتون باشه در تعریف خودش گفتیم آگاهانه است، یعنی با برنامه ریزی انتقاد میشه. پس حتی اگه شخص مرتکب گناه میشه یا خطایی، ما باز هم باید نوع انتقادمون سازنده باشه و آگاهانه هست. بله. طوری نیست که بخوایم بگیم در چنین شرایطی من باید قاطعیت نشون بدم و فکر کنیم اینه نوع انتقاد. من منظورم این بوده، میخواستم از مسیر بحث شما دور بشم. شما اشاره چاقو رو کردین در رابطه با بچه. نه درست میگید، مخصوصا شبانان، مشاورین کلیسا، خب اینها با زندگی مردم در ارتباط هستن، مشورت‌های خصوصی میدن و اینها افرادی هستن که نمیان طرف رو در درجه اول بیان محکوم کنن، اول میان خودشون رو میذارن در جای طرف. درست. شخص رو در محیط خودش میبینن، میان بررسی میکنن این رو و نظر مشورتی که میدن مطابق شرایط شخص است و یکی از کارهای مشاورین اینه که محکوم نمیکنن. اما خب شبان بنا به اون اقتدار الهی، اون اقتداری که خداوند بهش داده، کلام خدا بهش داده، بنا به حکمت روح القدس دیگه اون مشخص میکنه که خودش در خفا با اون شخص مورد نظر چطور صحبت بکنه که طرف رو نبره. چون هدف این نیست که ما ببریم که این دیگه اصلا نتونه سر بلند کنه. هدف تصحیحه. به عنوان یک پدر، به عنوان یک معلم، شبان، اینها اونقدر حکمت دارن که شخص رو از ملکوت خدا نبره. و شناختم دارن از افراد، متوجهن حتما با چه کسی چه برخوردی باید کرد. ادامه بدیم بس بحث مخارج. خب الان اون بحث خیلی شیرین انتقاد سازنده. ما ببینیم انتقاد سازنده چی هست. خب پس خیلی عزیز میخواید قبل از اینکه بحث شیرین رو ادامه بدیم یک تنفس شیرینی داشته باشیم و بعد برمیگردیم با شما دوستان عزیز. ما کماکان منتظر تماس‌های شما دوستان هستیم، احتمالا سوالات یا نظراتی دارید، خیلی خیلی خوشحال میشیم با ما در میان بگذارید. پس میریم و برمیگردیم. از جان و دل خواهم تو را عیسی، به قلب من درا، باشد تو را آنجا سرا، کن رهبری مرا، غوغا و شور این جهان نامت کنند از دل نهان، لیکن تویی نیکو شبان، ظاهر کنی خود را. سر تو سر
از آن تو باشد دیگر چیزی نخواهم ای پدر پس ای خدا دوستان. اگر که تازه به برنامه ما ملحق شدیم، با کمک خواهر لوئیز عزیز داریم در رابطه با بحث با در مورد موضوع انتقاد داریم بحث و گفتگو میکنیم، به مفهوم انتقاد پرداختیم، به انواع انتقاد پرداختیم و الان داشتیم در رابطه با تفاوت انتقاد سازنده و انتقاد مخرب با همدیگه صحبت میکردیم. خب خواهر لوئیز، از صحبتهای شما قبل از اینکه برای تنفس بریم متوجه شدم که شما گفتید انتقاد مخرب با یک قصد منفی و با سوء نیت و هدفش در واقع تخریب و خرابی شخصه و مخصوصا به شخصیت طرف واقعا ضربه وارد میکنه و به نوعی سعی میکنه حتی شخص رو در جمع گاهی وقتا آبروش رو ببره با کلمات توهین‌آمیز و زشت و چقدر تاثیرات منفی میتونه داشته باشه و اینکه همیشه با جملات منفی شروع میشه. خب الان انتقاد سازنده که به گفته شما بحث شیرین ما هست چیست؟ یا آیه قشنگی تو امثال 12:18 هست، میگه زبان حکیمان شفا میبخشه. این زبان خیلی، ما یک برنامه‌ای داشتیم در مورد مسئله قدرت زبان، این گفتیم این عضله کوچک چقدر پتانسیل داره، چقدر میتونه به اصطلاح قضايا رو برگردونه و به هر طرفی. درست. این نوع انتقاد درست در مقابل انتقاد مخرب، ما انتقاد سازنده رو داریم که این انتقاد هدفش جایگزین کردنه یه روشی بهتر روی روش موجود، روشی وجود داره، اینها با یه روش بهتر جایگزینش بکنن. این میشه سازنده. تو این نوع انتقاد اون طرف مقابل وقتی انتقاد میشه اینو غلط یا توهین تعبیر نمیکنه، هدفش مورد توجه و احترام واقع میشه، چیزی هست که درش احترام و توجه هستش. اینطوری دیده میشه که برای رسیدن به یک هدف راه‌های مختلف وجود داره، در واقع راه‌های دیگه بررسی میشه. ما این روشی است که کتاب مقدس برای تعلیم و تربیت بچه‌ها توصیه میکنه، روشی است که خود خدا استفاده میکنه. ما با انتخاب ما رو روبرو میکنه، در واقع میگه دو تا راه میذاره، میگه این راه و این راه، اینو انتخاب بکن که به نفعته، اونو نرو. یه همچین حالتیه روش این که پیشنهاد میده، یعنی اگر انتقاد میکنه با یه روشی بهتر جایگزین، یعنی راه حل داره. این میشه انتقاد سازنده، یعنی در واقع بنا میکنه. انتقاد سازنده اغلب در درون خودش یک پیشنهاداتی برای بهبود توش هست، 100% بهبود و توسعه توش هست. توجه رو به چگونگی رفع مشکل به بهترین وجه میکنه. به اصطلاح ببینید، هم انتقاد منفی هم انتقاد سازنده اینا هر دو موارد درست و به جاشون رو دارن. انتقاد سازنده اولش وقتی که میگه یه چیز منفی توشه، برای اینکه ایراد به روش موجود داره میگیره، ولی اگر فقط ایراد به روش موجود بگیره تو همون انتقاد منفی مونده، خب چیزی نیست توش. اما اگر بیاد یه روش بهبود، یه روش جدیدتری رو ارائه بده، اون موقع میشه انتقاد از منفی تبدیل میشه به یه چیز سازنده. خانم لوئیز میبخشید، من فکر میکردم که انتقاد سازنده معمولا با یک چیز مثبت شروع میشه و بعد به اون منفی میچسبه. نه، الان شما تو توضیحتون میگید انتقاد که انتقاد مثبت با جملات مثبته، اون چیزای جنبه‌های مثبت شخصیتی یا عقیدتی یا یه روشی غفلت شده، طرف میاد اون جنبه‌های مثبت رو میکشه بیرون و به اون توجه میده. انتقاد منفی با جملات منفی صحبت میشه و درش توهین و چیز هستش، اتهام توش هست، توش توهین هست، حمله هست توش. درست. اما انتقاد سازنده اگر انگشت میذاره روی چیز منفی، براش پیشنهاد مثبت
سازنده داره، نه مثبت، سازنده داره. در واقع میگه این روشی که ما الان داریم این غلطه، یا این روش بازدهی کامل نمیده، ما میایم با یه روش جدید تر جایگزین میکنیم. و این تو سازماندهی ها خیلی میشه، تو سازمان های بزرگ در رابطه با تشکیلاتی که مخصوصا در حال توسعه هستن خیلی استفاده میشه، میبینی نوآوری میشه توش. اینها انتقاد سازنده است. فرق میکنه. ما انتقاد منفی رو صحبت کردیم و مثبت. ما نگفتیم که انتقاد منفی لزوماً مخربه. ما این رو نگفتیم. انتقاد مخرب بهش خواهم رسید، حقیقتاً هدف تخریبه. ولی تو انتقاد منفی ممکنه طرف منظورش این نباشه، ولی اینطوری تعبیر بشه. خالوز از مزد میخوام مجبم قطعتون کنم. بیننده از طریق وایبر با ما تماس گرفتن. سلام بیننده محترم، بفرمایید، در خدمتتون هستیم. سلام خواهر گلم، خسته نباشید. مرسی. سلام بر شما، صداتون خیلی واضح و خوب میاد، بفرمایید. قربان شما. من البته اسم اصلیم علی اکبر رضاییه، ولی خب از زمانی که مسیح ایمان آوردم، خداوند همانطور که به ابراهیم اسم دیگری عطا کرد، خدا میدونه من این اسمی رو که امروز خودم رو برادر میبته من رو به اسم کیان میشناسن و خدا این اسم دوم رو برم ظاهر کرد و خدا رو شکر میکنم. اما در خصوص برنامه‌تون که امروز بحث خیلی قشنگیه و خیلی جالبه، چون من ارتش خدمت کردم و اصولا زبان یک ارتشی همیشه همراه با توبیخ و انتقاد پذیری خیلی آشناست، یعنی همیشه به کارگیری این زبان در خصوص سازندگی افراد همیشه به کار برده میشه. درست. اما یه چیزی که خیلی مهمه، اگه اشتباه نکنم، میخوام در این خصوص نظر خودم رو بگم، با توجه به این که تجربه در ارتش داشتم، این که وقتی که ما الان به مسیح ایمان میاریم، یعنی اصلاح اشخاص، روش انتقاد پذیری و روش، یعنی تاکید بر یک موضوعی که شخص یعنی در اون خطا داره، خیلی فرق میکنه. حالا قبلا که مثلا من در ارتش خدمت میکردم، میخواستم شخصی رو تهدیدش بکنم، همراه با خشونت بود. ولی امروز هنوز ما در مسیحیت یعنی یاد نگرفتیم اگر برادر ایمانداری فرض بر مثال در گمراهی هستش، یعنی من خودم اینو شاهدم، یعنی بهش برخورد کردم، اشخاصی رو سراغ داشتم که یعنی اینا توی زندگی خیلی بیراه رفتن، اما این جرأت انسان پیدا نمی‌کنه که به یک شخص ایماندار برش تأکید بکنه که برادر عزیزم، شما در این مسئله زندگی و در این بحره ایمانی شما ضعیف داری عمل میکنی. وقتی به شخصی میخوای تأکید بکنی خطا رفتنش رو، تعدیبش بکنی، یعنی با محبت میخوای بهش بگی، اولین چیزی که بهت میچسبونن بهت میگن برادر شما هنوز ایماندار، یا برادر داوری نکن، هنوز ما معنی درک واقعی داوری رو نفهمیدیم. ما در این دنیا میتونیم داوری بکنیم، ما میتونیم عیب برادر ایماندارمون رو تأکید کنیم و بهش بگیم که ای برادر یا خواهرمون، الان شما در این مقطع مثلا مسیحیت اشتباه داری میری، یعنی من تو رو دوست دارم نه به خاطر این کارهای خوبه، به خاطر این خطاها، به خاطر این چیزا دوست دارم و دوست دارم خطاهات رو اصلاح کنی. مثلا یه خواهری بود در این کشور ترکیه، ایشون چند مقطع مختلفی یه برادرمون زامنش شده بود، ایشون هم جفتشون هم ایماندار، عضو یک کلیسا، متاسفانه این برادرمون خیلی از لحاظ گویش زبانی یکم کوتاه بود، یعنی نمیتونست راحت حرف بزنه، یه رو در روسی داشت، من اینا رو نمیدونم. این خواهرمون، ما رفتیم تیتینت مثلا بدهکاری، یعنی این برادر زامن من هم شده بود، ما رفتیم خطمون انتقال بدیم، چون کینگلیک رو گرفته بودیم، مراحل کینگلیک رو سپری شده بود، گفتن آقا نمیشه، ایشون دوتا خط دیگه گرفته، باید بیاد اونا رو صاف کنه، اونا بدهکارن، تا ما این خطش رو انتقال بدیم به نام شما. آقا زنگ زدیم به این شخص که آقا بلند شو بیا اینجا، ما مشکل داریم. این شخص اومد، بهش گفتم که مشکل تو اینه، آره خواهر فلانی و خواهر فلانی بدهکاریاشو ندادن، چقدر؟ 500 دی، اون یکی 700 دی. زنگ زدم میگم خواهر عزیز، این جوون، این برادرمون نمیتونه حرف زنه، رو دروسی میکنم، ولی شما نباید در مسیحیت هم چه کاری با ایشون بکنی که الان من مشکل باز بهم خورده، من به خاطر اون خواهر من 500 لی
یعنی خسارت دادن، چون اون برادر اون رفت رو دنبال کار انتقالش موفق نشد و اون خواهر از اون تاریخ به بعد دیگه دورو بر من و خانواده منو کلا یه خط قرمز کشید. چرا؟ چون من صراحتا بهش گفتم که عزیزم شما درست نیست، یعنی ما نمیتونیم یاد بگیریم از مسیح. مسیح رفت تو کنیسه به تمام علما و تمام صدوقی ها و وریسیان گفتش که برید دور شید ای مار عفی زدگان، ای مار مارهای سمی. یعنی به راحتی عیسی مسیح حرفشو میزد و اونجایی که باید محبت میکرد محبت میکرد و اونجایی که واقعیت های زندگی رو میگو برای بنای آدم ها میگو. امروز ما در مسیحیت هنوز با این نقطه و با این کلمه زبانمون یعنی مشکل داریم. یعنی اگر کسی به کیان بگه که برادر کیان من امروز مثلا از حرف زدن تو خوشم نیامد، من دیگه میذارم تاخش بالا میرم. این خیلی مهمه، من دوست داشتم اینو یه طوری باشه. خیلی دوست دارم در تلویزیون یعنی بشینم روی صندلی برای ارتشیای عزیزی که در ایران هستن، برای مسیحیای نوکشای عزیزم که الان در کشورهای مختلف هستن و کسایی که الان در ایران زندگی میکنن، بگیم که مسیح باید الگوی ما باشه. هم به راحتی حرف انتقاد پذیر باشیم، هم به راحتی بتونیم عیب و ایراد همدیگر رو بازگو کنیم و برای همدیگه بنا کننده باشیم. بله، خیلی ممنون از تماستون دوست عزیز و برای مثال هایی که زدین حتما خارلویز عزیزم شنیدم و جواب مناسب رو میدم. متشکر. خارلویز عزیز یکمی ما در این رابطه با هم صحبت کردیم، ولی اگر که میخواید توضیح بدید مشخص بود مطلب بله، دوست بله، عزیزم. بله، در رابطه توضیح خواهم داد. بله. مسائلی که در ارتش هست، ما در مورد اینکه چطوری انتقاد بکنیم و چطور انتقاد بپذیریم بلد. توضیح خواهیم داد این درسته. رو در برنامه و ممنون هستم از کیان عزیز که اینطور قشنگ به تفسیر گفتن. خوشحالیم که دلشون برای ارتشیان ایرانه، برای خانواده های ایرانه. تشویقشون میکنم برای کشور ایران بیشتر دعا بکنن و مطمئن هستم که همینطور هم هست، ولی میتونستم بفهمم که ایشون چه غیرتی برای خداوند دارن. من غیرت شما رو مبارک میخونم برادر عزیز. بلد. خیلی تمیز صحبت کردن ایشون. بله. خارلویز عزیز قبل از اینکه توضیح بیشتر در رابطه با صحبتشون بگید، بیننده پشت خط هستن، اگر میشه به ایشون رسیدگی بکنی. سلام بیننده عزیز، گویا شما زهرا هستین اگر اشتباه نکنم، بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. سلام، عصر شما هم بخیر باشه. تشکر می‌کنم بخاطر برنامه خیلی خوبتون، بخاطر اینکه لطف میکنید همیشه در انتهای برنامه ما رو دعا میکنید و دعا هستید همیشه برای ما و شکر میکنم به خاطر خدای قدوس که تمام دعاهای ما رو میشنوه و همیشه پاسخمون در نام مسیح آمین هستید. حقیقتش من تماس گرفتم به خاطر امیدواری و تقویت ایمان یه سری از بینندگانی که همیشه برنامه های شما رو دنبال میکنن و درخواست دعا دارن. میخوام من نمتشان اینجا اعلام کنم که من همیشه وقتی که اول از مدت زیادی هم نیست ایمان آوردم، اونن 16 ماهه، وقتی که درخواست دعا ارسال میکنم به شبکه شما جهت مدت 24 ساعت کمتر، شاید خیلی کمتر، من پاسخ گرفتم از جانب خداوند و نیاز من دعای من برآورده شده، چون ایمان دارم وقتی نیازم رو در نام خداوند از خداوند میخوام اون میشنوه و پاسخ میده و من باید شکر کنم. میخوام بگم که اگر احساس میکنن که خداوند دعاهاشون رو نمیشنوه، میخوام برای تقویت ایمانشون دعا کنن مردم، چون من گاهم میشنوم دعاهای تکراری خیلی ارسال میشه. باید شکرگزاری با شکرگزاری و اراده نیکوی خداوند رو ما بطلبیم در دعاهامون برای خواسته هامون. درسته، یه که خداوند خدای غیر ممکنه و خدای قادر مطلقه، اون تمام نیازهای ما رو میدونه از ابتدا تا انتها. بله، ما باید شکر بگیم به خاطر اینکه خداوند رو داریم. آمین. بله، خیلی ممنون خواهر عزیز برای تماستون و بهتون تبریک میگیم که جواب دعاتون رو گرفتین. البته خطوط ما همیشه باز هستن، شما دوستان عزیز میتونید موضوعات دعایتون رو بگید، حتی اگه هر از گاهی هم تکرار میشن بعضی از موضوعات به نظر ما اشکالی نداره، چون که گاهی وقتا طبق کلام ما میتونیم سماجت نشون بدیم برای موضوعاتی و بخوایم که اراده خدا
انجام بشه و خدا همیشه به دعاهای ما جواب میده اگه طبق میل ما نیست ولی جواب رو میده. خیلی ممنون در صورت از تماستون. خیلی لوئیس، قبل از که بحث رو ادامه بدیم، دوست قبلیمون یک نکته رو گفتن، کیان، که میگفتن که ما گاهی وقتی که به مسیحیت، یعنی به وارد مسیحیت هم که میشیم، من اینطور برداشت کردم صحبتشون رو که ما هم میتونیم گاهی وقتا، بازیشون اشاره کردن به نمونه عیسی، که حرفمون رو میتونیم بگیم راحت به کسی اگر مشکلی هست، ولی میگفت احساس میکنن که در چارچوب مسیحیت یا افرادی که باشون در تماسن انگار افراد ناراحت میشن اگر که موردی رو بهشون تذکر میدی و این انگار براشون سوال بود. ولی فکر میکنم شما اینو میخواین توی بخش روش ها بیشتر باز کنی، درست است؟ نه، یا میخوای توضیح بیشتری بهشون بدی؟ یه توضیح کوتاه خواهم داد و باز ما تکرار کردیم، گفتیم که نحوه انتخاب کلمات خیلی مهمه. درست. ما هدف این نیست که شخص رو ببریم. ما درسته در کلیسا هستیم، افراد کلیسا میگه، مسیح میگه که تندرستا احتیاج به دکتر ندارن بلکه مریضا. بنابراین جایی که ما هستیم، ما هممون به نوعی میخوایم بگیم ما مریضیم، احتیاج به طبیب واقعی داریم. یعنی یک مجموعه ای هست از افراد با همه چیزای بسته های قلبیشون به اصطلاح، هر کسی مشکلات خودش رو داره و هر کسی هم از نظر پروسه فکری با یکی دیگه فرق میکنه. ما فرمولی نیست که بخوایم ارائه بدیم در این مورد، ولی هر چه که میکنیم، مهم نیست ما کارمون درجهش، شدتش، کم و زیادش چی هست، انگیزه خودمون اولا باید بسنجیم. ما اگر هم انتقاد میکنیم، همه چی باید در قدم محبت باشه. ما انتقاد میکنیم برای اینکه میخوایم شخص مقابل درست بشه. منتها چطوری انتقاد میکنیم خیلی مهمه. ما نباید جوری طرف رو قلقم بکنیم و ببریمش که دیگه اصلا از خجالت سر بلند نکنه و نیاد کلیسا. درسته. هدف این نیست. من اول برنامه گفتم مسیح اومد تا مردم نجات پیدا کنه، اومد اینا رو نجاتشون بده، نیومد ازشون انتقاد کنه، نیومد اینا رو ببره. و کلام خدا صریحا میگه خوشحال نیستم از مردن مرد شریر در شرارت خودش، بلکه از شرارت خودش بازگشت کنه به سوی من بیاد. کلیسا محلیه که اگر کسی با هر مشکلی چیزی میاد، لااقل اونجا آروم بگیره، لااقل اونجا یه چاره‌ای برای کار خودش پیدا کنه، یک دعایی باشه، کسی باشه، کمکی باشه، یا اگر احتیاج به مشاوره داره، احتیاج به دوستی داره، حتی اگر احتیاج داره که انتقاد بشه، از روش درست بشه. اگه ما هم مثل بیرون بخوایم انتقاد بکنیم از مردم، مثل همون روشی که مثلا رئیس چیز کرد، یا برگردیم تو سر طرف بگیم آخ چقدر بهت گفتم، 100 دفعه گفتم یاد نمیگیری، این کارو نکن یا این بکن، تو نمیفهمی یا اینی و اینا، خب ما اینو بریدیم. بله. این اون چیزی نیست که کلام خدا میگه هر چه که میکنید برای محبت، با محبت بکنید. پولس رسول رسما در اول قرنتیان میگه حتی اگر کوها رو جابجا کنم، حتی اگه این بکنم، اون بکنم، اون بکنم، ولی اگه محبت نداشته باشم مثل سنج هستم که فقط صدا دارم. ما نمیخوایم فقط صدا باشیم، برای اینکه هدف خدا برای هر تک تک این افراد مسیح مصلوب شد. اگه هیچ کس روی زمین نبود، فقط اون یه نفر بود، مسیح به خاطر اون یه نفر حاضر بود بره رو صلیب. خب ارزش طرف مقابل رو به عنوان یک انسان، به عنوان فرزند خدا همیشه باید جلوی نظر داشته باشیم. هر چه میکنیم باید از روی محبت بود. خیلی ممنون. حالا حتما در بحث روش ها بیشتر هم توضیح میدیم. بله. برگردیم سر بحث انتقاد سازنده. داشتیم توضیح میدادیم که انتقاد سازنده با پیشنهادات همراه هستنش. ببینید در هر جایی، در هر روش رفتاری یا کاری و اینا، همیشه یه سری دستورالعمل‌های بکن و نکن هست. این طور بکن، اونو نکن، اینو بکن، اونو نکن. ببین وقتی که ما انتقاد سازنده میکنیم، گفتیم اول میخوایم اون روش رو ورداریم یه روش دیگه. بنابراین با حذف یه چیزی با جایگزینی یه چیزی همراه هست. اینه که منفی و سازنده تقریبا پایا پای گاهی وقتا میاد با هم دیگه. منفی وقتی میگم نه از این نظر که با جمله منفی چیز میشه، منفی از این نظر که این روش الان برای سازمان ما یا برای خانواده ما یا برای رابطه دوستی ما این روش ثمر نمیده، باید جایگزین بشه. این انتخاب انتقاد سازنده هستش. انتقاد سازنده یک روشی رو که کار نمی کنه یا نیمه کار میکنه، اینو میکشه بالا.
قوت بالا برنده داره، قوت بنا کننده داره. در واقع اینطوره که ببینید اگه بانک مثلا سود رو میخواد بالا ببره، میاد با یه روش های یه سری پیشنهاداتی به مشتری میده، یا یه فروشگاه یه کالایی رو ساخته، طرف یه چیزی رو اینو میخوان تبلیغ کنن براش که این خوبه برات، یا این نمیدونم این ثمر رو میده. اینها همه سازنده است. هر چیزی که در خودش ثمردهی داشته باشه، در خودش تصحیح و توسعه و بهبود داشته باشه، این میفته تو قسمت سازنده، برای اینکه یک روشی رو حذف کرده با یه روش بهتر جایگزین کرده، نه اینکه لزوما اون روش غلط بوده. اون روش تا اونجا ثمر میداده، از اینجا به بعد دیگه اون ثمری رو که ما انتظار داریم نمیده، پس میایم با یک روش جدیدتر این رو جایگزین میکنیم. در مقابل انتقاد سازنده ما انتقاد مخرب داریم. ما انتقاد منفی رو صحبت کردیم ولی انتقاد مخرب رو صحبت نکردیم. انتقاد مخرب بار منفیش بیشتر از انتقاد منفیه، یعنی قوی تره، شدید تره. ببینید ما یک مسیح وقتی موعظه سر کوه رو انجام داد، ما از متی باب 5 رو داریم و 6 7 اینا ادامه این چیز است. آیه یعنی 5 تا آیه اول این رو برمیگرده، میگه تو متی 7 میگه حکم نکنی تا بر شما حکم نشه، به هر پیمانه که به پیمایید برای شما پیموده خواهد شد، یا میگه چوبی رو که در چشم خودت داری نمیبینی ولی خس توی چشم طرف مقابل رو میبینی. اینها همه میگنجه توی قسمت انتقاد مخرب، برای اینکه در خودش سازندگی نداره. این یک سر انگشت به طرف مقابله و داره اشتباهات طرف مقابل رو برجسته میکنه، یعنی چیزهای مثبت رو کنار میزنه، یه چیز مخرب رو میاره بالا. و چون این انتقاد مخربه، از نظر کلمه‌ای بخواد این کلمه انتخاب شده برای اینکه تخریب میکنه. چی رو تخریب میکنه؟ چطوری تخریب میکنه؟ برمیگرده میگه که روشش مخربه. مثلا اینطوره میگه که تو باید، ببخشید اینو میگم، این کلمه رو معذرت میخوام از بینندگان، میگه تو باید خفشی. روش همینه، سیستم همینه، همینه که هست. میخوای بخوان نمیخوای نخوا، این کار رو باید انجام میده، یا هرچی من گفتم همینه، تموم شد و رفت، بحث و جدلی نیست توش. یعنی روش، چیزها، شخص، پیشنهادات شخص، روشهای شخص، نوآوریهای شخص نادیده گرفته میشه یا بیارزش تلقی میشه و یک نفر یا یک گروه میان اون به اصطلاح میشن در مصدر قدرت و چیزهای دیگر رو پس میزنن. یک استبداد توش داره، دیکتاتوری توش داره، تخریب توش داره، برای اینکه یک بودی میره جلو و هدف خراب کردنه، توهین کردنه. در خیلی از موارد اصلا این انتقادات مخرب برای رئیس رؤسا یا حتی توی ارتش، تو سیستم‌های نظامی، اینها به حالت دردسر میشه. میگن این یه دردسر ناخوشاینده، یا تهدید میشه یا غیر قابل توجیه میشه. بیشتر حملات شخصیتیه، به شخصیت طرف توهین میشه و اینطور تعبیر میشه. چون اثر مخربی داره، بنابراین مخربه، یعنی مثل اثر مثبت نیست، مثل انتقاد مثبت نیست، اثرش مثبت نیست، مخربه. ممکنه حتی یه اتهامی باشه توش که مدرک طرف نداره، هیچ مدرکی برای اثبات نیست، ولی میاد یه تهمتی میزنه. حالا بعد گاهی وقتا خب حالا تو کشورهای غربی میبینی تو رسانه‌های گروهی این مسئله مطرح میشه، یه توهینی به طرف میزنه، یه عکسی دیدن، حالا بدون که اصلا بدونن این مثلا عکس چی بوده جریان، یا چطور بگم، یه بول گرفتن از طرف، یه آتو گرفتن و اینو میان سری توی روزنامه. حالا تا طرف بیاد وکیل بگیره، تا بیاد دادگاه تشکیل بشه، تا بیاد بیگناهیش ثابت بشه، این برچسب این گناه، این توهین، این تهمت به طرف گذاشته شده و این میره تو پرونده طرف، پرونده شخصیتی طرف مهر گذاشته میشه. اگه بگن روزیتا، میگه آه روزیتا این دروغگوه، یا ببخشید این کلمه رو استفاده میکنم زنبازه، یا نمیدونم
از این چیزا یه مهری میچسبونن به طرف، یک برچسبی میچسبونن که وقتی بیگناهی ثابت شد دیگه طرف نمیتونه حتی راحت بیاد اینو بگه. یا خیلی از موارد میبینی افرادی رو به عنوان قاتل دستگیر میکنن، میره تو زندان، سالها طول میکشه، بعد یه تست دیگه، یک شاهد دیگه، یک مدرک دیگه پیدا میشه و بیگناهی طرف ثابت شده. حالا طرف میاد بیرون، راحت نمیتونه کار پیدا بکنه، اعاده حیثیت باید بکنه، تازه اسم میاد عوض میکنه، جا عوض میکنه که بتونه زندگی رو دوباره شروع کنه. چقدر روی روحیه خودش تاثیر منفی گذاشته. این واقعا مسئله بدبینی، بدگمانی، ضعف شخصیت و دوست. اصلا خب این همه سال تو زندان، بعد دیگه برچسبی رو تو هم بکنی، سالها میبینیم تو اخبار بعد 15 سال طرف میاد بیرون میگه ما چیز دی ان ای انجام دادیم، متوجه شدیم که شما بیگناهید. خب اینها چقدر بده؟ خب آدم وقتی انتقاد میکنه یا تهمتی میزنه یا انگشت به طرف مقابل میگیره باید حتما مدرک داشته باشه. اگه نداره ساکت، لزومی نداره، برای اینکه واقعا مخربه. خیلی ممنون خاله لویزه عزیز. بله. ممنون که مطالب رو گفتید. میخواید یک استراحت مجددی با هم داشته باشیم. بله. و دوستان عزیز تشویقتون میکنم که به بخش پایانی بحث و گفتگوی ما در این بخش پایانی با ما همراه باشید. پس از دیدن میان برنامه برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود. برای تماشای برنامه ها از طریق اینترنت شما می توانید به کانال یوتیوب ست سوین پارس رفته و در قسمت پلیلیست و یا لیست برنامه های آرشیف شده برنامه مورد نظر خود را جستجو کرده و آن را به صورت آنلاین تماشا کنید. برای نمونه اگر شما مایل به تماشای بخش الهیاتی برنامه های همراه با شما هستید، کافی است تا با کلیک کردن بر روی گزینه پلیلیست برنامه‌های مورد نظر در این بخش را که به صورت آرشیو فایل‌های تصویری در یوتیوب قرار گرفته‌اند مشاهده نمایید. در ضمن می‌توانید با کلیک کردن بر روی گزینه سابسکرایب و عضو شدن در یوتیوب ست سوین پارس از مزایا و امکانات کاربری و همچنین دریافت اطلاعات به روز برنامه ها بهره‌مند شوید. همچنین در صورت دسترسی به تبلت و یا تلفن های هوشمند iOS و یا اندروید می توانید با نصب اپلیکیشن ست سوین پارس به آرشیو برنامه ها در یوتیوب دسترسی مستقیم داشته باشید و یا اینکه با رفتن به وبسایت www.satsevenpars.com برنامه‌های مورد نظر خود را از طریق وبسایت رسمی شبکه مشاهده نمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. دوستان در دقایق پایانی برنامه هستیم و میخوایم بحثمون رو تا جایی برسونیم، هرچند که در جلسه بعد هم ادامه خواهیم داد بحثمون رو، ولی کماکان در این دقایق اگر که سوالی دارید میتونید با ما تماس بگیرید. خب خر لیز عزیز، ما تا به جایی رسیدیم که شما داشتین توضیح میدادید که گاهی وقتا انتقاد مخرب چه خرابی هایی میتونه به بار بیاره. بله. و وقتی شخص بهش این برچسب زده میشه که تو قاتلی یا دزدی، بدون داشتن مدرک چقدر عوارض منفی روی میتونه. بله. بذاره. و اما در این رابطه شما مثلا که بخواستید. بله. مطلب یا آیه رو بگید. یوحنا 8 آیه 7 میگه که هر کی که گناهی نداره سنگ اول رو بندازه. میخوام بگم همه ما اگه بخوایم جزئیات زندگی هر کسی بخواد رو بیاد، کی هست که بخواد عادل بیسته در حضور خدا؟ اگر عدالتی داریم به خاطر خداونده، به خاطر خون عیسی مسیح. اگه نه، کلام خدا میگه نیکوکاری نیست، یکی هم نیست، یعنی یه دونم پیدا نمیشه. با معیارهای الهی هممون ردیم، رفوزیم. اگر خیلی افتخار میکنیم با معیارهای انسانی داریم همدیگر رو میسنجیم، نه با معیارهای الهی. من میخوام یک نوع انتقادی رو الان مطرح کنم که در قسمت سازنده هستش، منتها اسمش از انتقاد عملی. جا
داره. شما مطلبی رو در مورد یترون پدرزن موسی میدونید که موسی همه از صبح می نشست در خیمه، مردم همه شکایات و دردسرا و ایرادا و حالا هر چیزی رو می آوردن که این حل و فصل بکنه مشکلات رو. یترون رو من نگاه کرد و بابا این همه شیخ و این همه چیز داری توی قوم خودت، تو در مقابل نبی و خدا تو باید بری از خدا بشنوی و به مردم بگی، کار تو این نیست که کارهای کوچیک رو به انجام بدی. بنابراین بهش یاد داد، گفت که چطوری سرداران به اصطلاح ده و صد و نمیتونم پنجه و از اینجور چیزها جور بکنی که اون اشکالات و مثلا اختلافات خیلی جدی رو که اینا نتونن حل کنن تو بتونی حل بکنی. این یک انتقاد سازنده بود و در این حال عملی. انتقاد عملی در درون خودش سازنده است، برای اینکه یه روش غلط رو از بین برد با یک پیشنهاد به اصطلاح سازنده یا یه چیزی که بهبود میده به قضیه اومد باهاش، که این در واقع عملی بودن قضیه روش انگشت گذاشته میشه که این در عمل چقدر جور در میاد. ما میشنویم تئوری ها خیلی داده میشه، طرف میگه خب این به حرف خیلی آسون به نظر میاد ولی آیا عملا میشه اینو انجام داد؟ این تو اون مرحله هستش که بیشتر رو قسمت عملی بودن تئوری ها، فرضیات یا یه روش موجود که عملا این تا چه حد بازده ایمه، چیز پرکتیکل بودنش، اون عملی بودنش زیر سوال میره. ما یه نوع دیگه انتقاد هست که انتقاد فرضیه، تئوریکه در واقع، که این انتقاد در واقع مربوط میشه به ایده ها، به اینه که این ایده روی چه عملی استواره، مربوط میشه به انسجام یا همخوانی یا پرمعنا بودن یه تئوری، هم به اصطلاح همخونیش با واقعیت، اعتبار هدف این انتقاد، به اصطلاح محدودیت های این ایده در واقع بررسی میشه که بیشتر روی فرضیه هستش. و وقتی که یک اصلی میشه ما میدونیم یه فرضیه ممکنه خودش در درون خودش چندین فرضیات داشته باشه. خب چیز فرضیه میتونه یک فرضیه تو فرضیات دیگه هم اثر بذاره، که بیشتر تو چیزهای فلسفی هستش، این تو فلسفه هست که روی فرضیات خیلی صحبت میشه. بله. البته خب تو چیزای قوانین دانشمندان در امور علمی هم هست، منتها اونها اگر فرضیه هست و میان مشاهده میکنن بعد میان یک قانونمندی، یک اصل ارائه میشه. فرق اون با این انتقاد اینه که این فقط روی فرضیه متمرکزه، فرضیه رو برمیداره به اصطلاح زیر مطالعه میگیره. البته خب انتقادات دیگه هم هست، من نمیدونم تا چه حد میتونیم به این مسائل ادامه بدیم، ولی انتقاد عمومی و خصوصی داریم که اینا بیشتر سیاسی و قضایی هستش، به اصطلاح دادگاهی هست، مراحل قانونی، یعنی هر چیزی انتقاد در کنه خودش گفتیم خصوصیه، خیلی خصوصیه و وقتی بخواد برملا بشه باید دید عواقب این بر چند نفر اثر میذاره. بنابراین همیشه اول خصوصیه، زمانی عمومی میشه، برملا میشه که بخوان طرف رو دیگه داغون کنن یا از از جایی که هست، از منصب او رو به اصطلاح بندازن. من خصوصی مطرح میشه ابتدا، چون اگر عمومی بشه کسی که میخواد انتقاد بکنه یا ایراد بگیره همش تو فکر اینه که خب من این حرف رو بزنم، به این طرف اینو بگم، به این اطراف، به این افرادی که دور و برش هستن چقدر خسارات وارد میشه. یا گاهی وقتا میبینی که این انتقادات اول خصوصی مطرح میشه که صحت و سقمش، یعنی به طرف میگه خب شنیدم این یا دیدم این، بگو ببینم راسته یا نه. درسته. اگر مغلطه باشه به جای بیا میبینی عمومی میشه این قضیه، که البته باز این زیر سوال هست، ولی انتقادی زمانی عمومی میشه که اول باید خصوصی گفته بشه، اول باید خصوصی گفته بشه. در هر حال درسته بعضی از انتقادات در جمع صورت میگیره، ولی به نظر من و فکر میکنم شاید روش درستم همین باشه که در کنه خودش خیلی خصوصیه. من فکر میکنم باید روش کتاب مقدس رو استفاده بکنیم و در خفا به طرف رو بکشیم، چون یک مراحلی داره، میگه اول برو به طرف بگو، بعد با دو تا سه تا شاهد برو، بعد اگه گوش نکرد یه گروهی رو با خودت ببر، اگه نشد دیگه از کلیسا در کلیسا این رو اعلان کن. اینه که خیلی ممنون خیرالیز عزیز، بکنم در دو سه دقیقه پایانی بخش بحث و گفتگومون هستین. خیلی ممنون برای مطالب زیادی که گفتید.
اگر میشه در یک دقیقه یک جمع‌بندی از تمام صحبت‌هایی بکنید که امروز کردیم و همینطور ما در جلسه بعد به چه مواردی خواهیم پرداخت که بینندگان بتونن برنامه جلسه بعد رو دنبال کنن. بله. البته نمی‌خوام تکرار مکررات بکنم. فقط اینو بگم که وقتی که ابراز نارضایتی می‌کنیم و آگاهانه می‌خوایم انتقاد بکنیم، به عواقبش دقت بکنیم، در انتخاب کلمات خیلی مواظب باشیم، مخصوصا شخصیت کشی نکنیم و اتهام به کسی نزنیم اگر مدرکی نداریم. انواع انتقادها رو ما صحبت کردیم، معنی انتقاد رو گفتیم، ما حالا میخوایم اینو ببینیم که آیا اصلا انتقاد خوبه؟ بله. لزومی داره انتقاد بکنیم و اگر انتقاد میکنیم چطوری انتقاد بکنیم و اون کسی که ازش انتقاد میشه چطوری این انتقاد رو بپذیره، دریافت کنه و روش هایی رو البته خواهیم پرداخت به این روش ها. فقط این رو بگم که همه چیز از روی محبت باشه. من اینو میخوام دوباره تاکید بکنم، انگیزه های خودمون رو زیر سوال ببریم. آیا من که میخوام انتقاد بکنم از طرف مقابل یا از یه سیستم یا از یک روش، انگیزم محبت هست یا نه، یا میخوام غرض شخصیه؟ بین این دوتا ما خیلی راحت میتونیم فرق رو احساس کنیم، با خودمون صادق باشیم. ما یه سیستمی در بدن داریم تو مغزمون که ما میتونیم از خودمون بیایم بیرون، خودمون رو میتونیم خارج از خودمون ببینیم. این روش رو تمرین بکنیم، این خیلی روش خوبه، خودشناسی هست، مخصوصا در مورد مسئله انتقاد، مخصوصا انتقاد منفی یا انتقاد مخرب. متوجه عواقبش باش. خیلی ممنون. و همینطور با امید خدا کمی هم به ریشه ها و عوامل انتقاد میپرد که چرا گاهی وقت ما زیاد انتقاد میکنیم، که این ممکنه در همین زمینه خودشناسی هم به ما کمک کنه. بار دیگه تشکر از شما خرلیز عزیز. دوستان عزیز، شما رو تشویق میکنیم که حتما برنامه هفته بعد رو مشاهده بکنید، چون یک سری نکات عملی و ریشه‌ای هم عنوان میشه که حتما به درد شما خواهد خورد، به درد منم که خیلی داره میخوره. خب الان وقت دعاهای شما دوستان هست، پس میریم تا لحظاتی بعد برمیگردیم تا اینکه به دعاهای شما رسیدگی بکنیم. با ما همراه باشید. خب وقت دعاهای شماست که یکی از بهترین وقتهای برنامه است که ما میتونیم از این طریق در خدمت شما باشیم. پس با خواهر لوئیز عزیز و با شما دوستان عزیز متحد میشیم برای اسامی که در جلوی صفحه داریم دعا خواهیم کرد. خداوند، از تو ممنون هستیم برای حضور زنده در میان ما. خداوند ممنون هستیم که تو همیشه بهترین ها رو برای ما خواهان هستی. حتی اگر وقتای جوابی که به ما عطا میکنی اون چیزی نیست که ما میخواییم، باز میدونیم در چنین شرایطی تو در کنترل هستی و تو میدونی چی کار میکنی که برای ما منفعتش بیشتر باشه. در این لحظه برای رویای عزیز دعا میکنیم که خواسته برای زینب و احسان که در جنگ و فشارها قرار گرفتند دعا بشه و همچنین برای ازدواجشون. ای خداوند، واقعا میخواییم که تسلی تو بر روی زینب و احسان باشه در اون فشارهایی که دارن و همچنین برای ازدواجشون اراده تو انجام بشه. برای کار احمد عزیز هم دعا میکنیم خداوند، این موضوع رو به دستای تو میسپاریم. برای آیلین عزیز دعا میکنیم که با همسرشون اختلاف پیدا کرده، در رابطه با این موضوع طبق گفته خودشون عاجزانه احتیاج به دعا دارن. ای خداوند، واقعا میخواییم در این شرایط به آیلین عزیز حکمت لازم رو عطا بکنی تا ببینه به چه طریقی با کمک تو میتونه مسائلشون رو با همسرشون حل بکنه. برای محمد حسین دعا میکنیم.
دعا برای داشتن دلخوشی و برکت مالی. خداوند واقعا میخوایم که اون امید و خوشی رو در دل محمد حسین زنده بکنی و همچنین برای برکت مالی که طبق نیازهای مالی اون به اون عطا بکنی خداوند، و همچنین برای فردی که ناشناس هستن و خواستن در حال حاضر گفتن هوای تهران، کرج و هومه بسیار غبارآلود شده، دعا کنید تا باران ببارد و هوا از این وضعیت خارج شود. خداوند این درخواستن به حضور تو بلند میکنی و واقعا میخواییم که آسمان کشور ما رو باز بکنی تا باران تو بیاد و واقعا برکت تو در این قسمت هم جاری بشه در مملکت ما. برای گوهر عزیز دعا میکنیم برای ترک اعتیادشون. ای خداوند واقعا میخواییم در این قسمت رو مداخله بکنیم. میدونیم چقدر سخت آزادی از اسارت اعتیاد، ولی با کمک تو و تلاش گوهر میتونه از این اسارت رهایی پیدا بکنه. همچنین برای زهره عزیز دعا میکنیم برای شفای چشمانشون. ای خداوند ایمان داریم تو خداوند شفا دهنده هستی، میتونی شفا بدی زهره عزیزو. برای حمید و مژگان عزیز دعا میکنیم برای آشتی کردنشون. هر مشکلی که دارن خداوند به دستای تو میسپاریم و میخواییم که حکمت لازم رو به این عزیزان در حل مسائلشون عطا کنی. برای آقای خانم زمانی دعا میکنیم که از بند اعتیاد آزاد بشن. این مشکل اعتیاد رو هم به حضور تو بلند میکنیم. خداوند ایمان داریم که تو قادر هستی در این شرایط عمل بکنی با همکاری این شخص. برای آیلین عزیز دعا میکنیم برای تقویت ایمانشون خداوند، و واقعا میخواییم که در قسمت ایمانشون بتونن با کمک روح تو بیشتر قوی بشن. و همچنین برای میلاد عزیز دعا میکنیم برای مهاجرت خودشون و خانوادهشون. میخواییم اراده تو در رابطه با مهاجرت میلاد و خانوادهشون انجام بشه. میدونیم خداوند تو تک تک این اسامی و درخواستا رو شنیدی و همه اینها رو به حضور تو بار دیگه بلند میکنی و در نام عیسی مسیح طالب اراده الهی تو برای تک تک موارد هستیم. آمین. خداوند آمین. آمین. خداوند و شکرت میکنیم به نام پسر یگانه تو عیسی. به جرأت خون پسر یگانه تو به تخت فیض تو نزدیک میشیم تا حقیقتن خداوند انطور که کلام تو میگه جرأت پیدا کنیم. جرأت پیدا کنیم تا بتونیم دست خودمون رو به تخت تو نزدیک کنیم. خداوند بگیم یهوه نسی، دست خدا، دست بر تخت خدا. ای خداوند شکرت میکنم برای وحید عزیز دعا میکنم که برای حل مشکلاتش در نام عیسی مسیح گشایش برای مشکلاتش میطلبم. برای فرشته عزیز که خواستن پسرشون هومن برای ترک اعتیاد هست، خداوند این زنجیر اعتیاد رو به نام عیسی مسیح میبریم، میشکنیم. ای خداوند تو حقیقتا برای هومن مصلوب شدی، برای اعتیاد او مصلوب شدی تا او آزاد بشه. آزادی رو میفرستیم به این خانواده. خداوند برای خانم نوروزی دعا میکنیم برای حل مشکلات مالیشون. در نام عیسی مسیح برکت تو بر سفره این عزیزان باشه، حساب مالیشون برکت پیدا کنه. خداوند برای فهیمه عزیز خواستم برای شفای بیماریشون، شفای تو را، شفایی رو که تو بر صلیب برای او ندا کردی میفرستیم برای فهیمه عزیز. برای مرجان و همینطور علیرضا که خواستن مشکلات مالیشون، برای مشکلات مالی در نام عیسی مسیح برایشون گشایش رو دعا میکنیم. برای شیرین عزیز برای سلامتی و آرامششون، همین الان سلامتی عیسی، آرامش عیسی رو به خونه شیرین عزیز، به قلب شیرین عزیز میفرستیم. برای فرانک برای حل مشکل زندگیش دعا میکنیم. در نام مسیح مشکلات رو به پای صلیب تو میذاریم و آزادی رو اعلام میکنیم براش. برای پری برای شفای سرد دردشون در این لحظه خداوند به این میگرن، به این سردرد میگیم تو در وجود پری جایی نداری، برای اینکه مسیح سردرد او رو بر صلیب برداشت. برای ژاکلین عزیز برای بهبود وضع روحیشون خداوند شادی رو میفرستیم به قلب ژاکلین. میگه کلام تو میگه که در حضور تو کمال خوشی هست، کمال شادمانی هست. این شادی رو مضاعف، اونطوری که میگه شادی خداوند قوت ماست، قوت رو خداوند میفرستیم به ژاکلین. برای محمد عزیز دعا میکنیم برای شفای او و اینکه پاهای او دوباره را بیفته. در نام عیسی مسیح برای راه رفتنش دعا میکنیم. قوت عیسی مسیح رو به پاهای محمد میفرستیم و تو رو شکر میکنیم ای خداوند که جواب دعاها رو دادی. این دعاها در حضور تو مهر و موم شده. ای خداوند شکر میکنیم که تو پدر حقیقتا سلامتی هستی. آمین. سرور سلامتی هستی. آمین. در نام عیسی مسیح زنده دعا میکنیم.
آمین. آمین آمین. خیلی ممنون خواهر لویز عزیز. و اما دوستان عزیز، اگر که مایل هستید تکرار برنامه امروز رو مشاهده کنید، فردا که میشه سه‌شنبه 3 عصر به وقت ایران و تکرار مجددش روز چهارشنبه 3 بامداد مجددا به وقت ایران پخش خواهد شد. و ما خوشحال هستیم که فردا میتونیم در خدمت کشیش مهرداد فاتحی باشیم و بخش دوم از مبحث خواندگی مسیحی رو مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. تشویقتون میکنیم که این برنامه رو مشاهده کنید. بار دیگه ممنون که در این برنامه ما رو همراهی کردین و برای تمام موضوعاتی که در اختیار ما گذاشتین. خدا یار و نگهدار تک تک شما باشه. خدا حافظ. خیلی ممنون. رنگ آسمون زمینمون وقتی دستامون تو دست هم باشه، وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه، میشه همراه شما پل بزنیم از سیاهی به سفیدی و امید، با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید.